برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. خبرگزاری دولت سوریه گزارش داد جنگنده‌های ارتش اسرائیل روز گذشته چهارشنبه شب منطقه از سید زینب در حومه دمشق را هدف حملات موشکی قرار دادند. یک منبع وابسته به وزارت دفاع سوریه گفت که این حمله هوایی ساعت 22:50 به وقت محلی از سمت منطقه بعلبک لبنان صورت گرفت. وی تأکید کرد که اسرائیل در این حمله هوایی برخی از مناطق نظامی را هدف قرار داد که در نتیجه آن خسارات مادی وارد شده است. منابع خبری سوریه همچنین گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه توانست برخی از موشک‌های شلیک شده را قبل از اصابت به هدف منهدم کند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا گفته است که افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشور به مین و مواد منفجره در سطح جهان است. این نهاد در گزارشی افزوده است که 2/3 از 401 شهرستان افغانستان آلوده به مواد منفجره هستند و ماهانه بیش از 60 تن که بیشترشان کودک هستند بر اثر رویدادهای برخاسته از این مواد منفجره کشته و یا هم زخمی می شوند. در پی آلودگی شدید هوا در دهلی نو پایتخت هند، مقام‌های این کشور قصد دارند تا برای کاهش غبار در این شهر بارندگی ایجاد کنند. رویترز گزارش داده که طرح ایجاد باران به منظور مقابله با آلودگی شدید هوا در دهلی نو تا 2 روز دیگر جهت تایید به دادگاه عالی این کشور ارسال می‌شود. کیفیت هوا در دهلی نو همه ساله و پیش از فصل زمستان به دلیل استفاده بیشتر از وسایل نقلیه، صنایع و سوزاندن زباله‌های کشاورزی بدتر می‌شود. دهلی نو یکی از آلوده‌ترین پایتخت‌ها در سطح جهان است.